مولود حاجی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی از لاروک در نروژ در ارتباط با ما همراه شدن. خیلی خوش آمدید. خانم حاجی‌زاده، هشدار نسبت به افت تولید رو در شرایط تورمی و با توجه به نرخ بهره چطور میتونیم ارزیابی بکنیم؟ به نظر میرسه دولت هر آنچه که تونسته در حوزه سیاست‌های مالیاتی و سیاست‌های ارزی فشار آورده به بخش تولید، انگار به نظرش خیلی کافی نبوده و حالا از طریق سیاست‌های پولی هم داره این فشار رو تشدید میکنه. اون چیزی که شما گفتید که تولید کنندگان و فعالان اقتصادی نگران هستن، از سال گذشته داشتن هشدار میدادن نسبت به بانک مرکزی که این سیاست‌ها، تغییرات نرخ بهره میتونه این فشارها رو و اون رکود رو مضاعف کنه. اون چیزی که امروز باش مواجه هستیم، نرخ بهره حقیقی تقریبا میشه گفت به بالاترین سطح خودش رسیده، حتی تا جایی که انتظارات تورمی رو هم داره ازش عبور میکنه. زمانی که نرخ بهره از اون نرخ تعادلی خودش که تغییر بکنه بالاتر بره، اساسا دیگه باید منتظر این باشیم که هر آنچه که در اقتصاد داشتیم در بخش تولید با یک فشار مضاعفی به سمت پایین هل داده بشه. همین الان ما الان چند سال هست که بخش تولید ما با رکود مواجه هست و قاعدتاً افزایش نرخ بهره میتونه این منجر به کاهش تولید بشه در بخش تولید و این رکود رو در بخش تولید عمیق‌تر بکنه. اساساً از طرف دیگه این تغییرات نرخ بهره به سمت بالا میتونه بر در واقع تسهیلات دهی هم اثرگذار باشه که هر دوی اینها نهایتاً میتونه بر رشد اقتصادی اثر منفی داشته باشه. اون چیزی که شما اشاره کردید که میتونه کاهش 20% در سال جاری داشته باشه، اصلا چیز دور از انتظاری نیست با توجه به این سیاست‌هایی که خدمتتون عرض کردم. تجمیع سیاست‌های مالیاتی، ارزی و سیاست‌های مثل نرخ بهره، سیاست‌های پولی، همه داره فشار رو به تولید مضاعف می‌کنه. و از طرفی هم دولت مصوب کرده که امسال رشد اقتصادی میبایست حدود 9% باشه و این یه چیز در حدود 4000 میلیارد نیاز به منابع داره. در واقع چقدر شدنیه؟ این رشد اقتصادی که تا الان دولت اعلام کرده حدود 5% که اعلام میکنه محقق شده و عمدتا متکی خب بر نفت و بخش خدمات بوده. شما به هدف گذاری های اشاره کردید که در حوزه مثلا بخش کشاورزی و صنعت و اینها چه هدف گذاری هایی شده که این در برنامه هفتم توسعه اومده بود، اما در همون بخش کشاورزی که شما اشاره کردید حدود 5.5% بر رشد اقتصادی باشه تا شاید رشد اقتصادی 8% محقق بشه، الان حداقل 2 سالی که بخش کشاورزی با رشد منفی یا حداکثر دیگه 1 مواجه هست، یا بخش صنعت هم به مراتب پایین تر هست، یعنی چیزی حدود 3% هست. یعنی اینها بخش های مولد اقتصاد با اون هدف گذاری هایی که بتونه منتج به این بشه که رشد 8% محقق بشه فاصله زیادی داره. از طرفی ما بحث سرمایه گذاری هم هست. ببینید ما اساسا رشد اقتصادی بدون سرمایه گذاری یکم عجیب و غریبه که انتظار داشته باشیم محقق بشه. دولت که سرمایه گذاری نمی کنه، بخش خصوصی به واسطه مشکلات متعددی که داره توان مالیش رو نداره، به واسطه سیاست های دولت در حوزه فرامرزی هم که ما میدونیم اصلا سرمایه‌گذار خارجی گذرش به سمت ایران نمیفته. بنابراین اون چیزی که مشاهدش خواهیم بود، شاید با آمار در واقع با نفت و خدمات دولت بتونه آمار رشد اقتصادی رو تحریک بکنه، اما در واقعیت در تحرک اقتصاد مولد ما نمیتونیم انتظار اینو داشته باشیم که با این عدد سازی ها بتونیم تغییری در حوزه اقتصادی داشته باشیم در بخش رشد اقتصادی. سپاسگزارم از شما. مولود حاجی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی از لاروک در نروژ همراه